آقای دکتر یادم رفت بگم درباره شریعتی هفته پیش یه بخشی از مقاله شما رو در غیاب نیم ساعتتون خوندم برای همیهنی که پرسش کرده بود نظر شما رو درباره شریعتی، ولی اصل کار مونده، یعنی شریعتی چه کرد بالاخره؟ آیا با ساواک همکاری میکرد؟ نمیکرد؟ چه جوری بود؟ ببینید در مورد اینکه بسته به اینه که منظورتون از همکاری چی باشه، اگر مراد اینه که آیا شریعتی در آغاز کار با حمایت ساواک به دانشگاه رفت؟ کتاب صیاد سایه های شماست. بله بله، من اونجا یه چیزایی بله. در این مورد گفتم. به نظر من شکی در این نیست، یعنی شریعتی وقتی برمیگرده به این شریعتی یکی از این دکتراهای در واقع یونیورسیته گرفته بود از فرانسه، برمیگرده به ایران. دانشگاهی که این دکترای یونیورسیته چه معنایی داره؟ دکترای یونیورسیته معروف بود در دانشگاه تهران، معروف بود به دکترای چایدارچینی. گفتن یه چایدارچین میدن به استاد، یه قالی هم میدن، یه دکترای یونیورسیته میگیرن. دانشگاه تهران دکترای یونیورسیته رو در حد فوق لیسانس هم قبول نداشت. به دانشگاه تهران دکترای دتا میخواست در اون زمان، برای اینکه اون رو مطابق دکترا میدونست. خب این میاد و سعی میکنه دانشگاه تهران استخدام بشه، دانشگاه تهران قبولش نمیکنه. میره دانشگاه مشهد، جایی که در واقع از اونجا بورس گرفته بود. بورس گرفتنش هم میدونیم به چه شکلی بود. بورسش هم در واقع به تمهید خودش گرفت، نه به استحقاق. یعنی درس عربی اون سال رو استاد دانشگاه از او و یه نفر دیگه میخواد که اوراق رو تصحیح بکنن، چون عربیش خوب بوده. و این هم اون کسی که بایستی قاعدتاً شاگرد اول میشد به عمد ظاهراً تجدید میکنه. و به همین خاطر چون قانون اجازه نمیداد که کسی که شاگرد تجدید داره بورس بگیره، این بورس میگیره. اینها رو من همه رو بر اساس اون کتابیه که خیلی با همدلی شریعتی هم نوشته شده، کتابی که آقای رهنما نوشتن، من اونا رو بر اون اساس نوشتم. آقای رهنما کیان آقای دکتر؟ آقای رهنما استاد اقتصاد هستن در فرانسه. علی رهنما اقتصاددان بسیار بسیار کاردانی هستن و در چند سال اخیر علاقه پیدا کردن به مسائل تاریخ اسلام. کتاب شریعتی رو نوشتن، یک کتاب دیگه نوشتن که بسیار بسیار کتاب خوبی است به عنوان خرافات در سیاست جمهوری اسلامی، که من این ترم دارم اونو در کلاسم ازش استفاده میکنم. بسیار کتاب جونداریه، به فارسی هم ترجمه شده، ترجمه بسیار خوبی ازش در فارسی. در خود تهران چاپ شده؟ نه خیر، در خارج چاپ شده. در خارج. بعید میدونم در تهران اجازه بدن. بله همین. برای اینکه یک بحث بسیار شگفت‌انگیز در مورد خرافات احمدی نژاد داره و خرافاتی که در دوران احمدی نژاد و طرفدارانش آقای مصباح یزدی بر اساس نقل قولای خودشون در آورده. اصلا باور نکردنیه، اگر کسی نشنیده باشه در کنار هم که گذشته تکون دهنده است. بعدم یه بخش حتی شگفت‌انگیزتر داره در مورد مجلسی، پدر و پسر مجلسی که در واقع بنیانگذاران همون چیزی بودن که شریعتی ازش به عنوان تشیع صفوی یاد میکرد. اینجا خیلی خوب نشون میده که اینها چه جنس انسانهایی بودن، چه چیزهایی بافتن، چه دستگاه پول و زوری تهیه کردن با کمک بعضی از بزرگان دودمان صفویه. و این کتاب‌هایی که نوشت، بهارالانوار و این حدیث‌هایی که ادعا کرد جمع‌آوری کرده، جنسشو خیلی 200 جلد اونها داشت. بله، به یک روایتی اگه یادم باشه میگه که مجلسی‌ها نزدیک 700 جلد در این حدود ادعا می‌کنن کتاب نوشتن. یه کارخونه داشتن در واقع، کارخونه کتابسازی داشتن. یه عده‌ای
از مرده دورشون بودن، اینا بهشون پول میدادن، کلی پول میگرفتن از دولت، مثل الان که از دولت میگیرن هی کتاب میسازن، کتاب یا متاب به قول یکی از اون منقدین اون زمان گفت بعضی از اینا کتاب نیست متابه، کتاب و متاب خیلی چیز میکنن. به هر حال برگردیم مثل شاعر ماهر، شاعر ماهر هر حال در مورد شریعتی، شریعتی با اون وضع میره بورس میگیره، بعد برمیگرده دانشگاه تهران قبولش نمیکنن، دانشگاه مشهد که میره، اینجا رو دکتر متینی خیلی به تفصیل نوشته، دکتر متینی رئیس دانشکده اون زمان دانشکده ادبیات بوده و میگه که بر اساس قوانین ما نمیتونست بیاد در دانشگاه، برای اینکه رفته بود در یه رشته ای دکترا گرفته بود که اصلا ما سابقه این رشته رو نداشتیم، مثلا این چنین رشته ای رشته قدیس شناسی و تزش هم یه مطلب 70 صفحه‌ای رو از یه کتابی ترجمه کرده، خب اصلا خیلی غریب بود، ولی به هر حال با فشار ساواک به گفته آقای دکتر متینی این وارد دانشگاه میشه، دانشگاه شیراز میشه، دانشگاه شیراز یا مشهد؟ دانشگاه مشهد، دانشگاه مشهد، اشتباه گفتم، دانشگاه مشهد میشه که دکتر متینی اونجا گفتم چیزش بود. بعد وقتی که مسائل سیاسی پیش میاد به نظر میاد که همون ساواکی که به هر حال فکر میکرد که وجود این در دانشگاه به نفع رژیمه، برای اینکه با مارکسیسم میجنگه، به این نتیجه رسید که کلاس‌های درس این تبدیل شده به یه مرکزی تجمع طرفداران سازمان مجاهدین خلق، بعضی از رهبران مجاهدین خلق ظاهرا شاگردای این بودن، در اون مقطع بازداشتش میکنن، بعد نحوه بیرون اومدن از زندانش هم اون وقت مسئله معارضه است دیگه، یعنی خود شریعتی ادعا میکنه که اون چیزی که در روزنامه ها چاپ شد همزمان با خروجش از زندان علیه مارکسیسم مطالبی بود که قبلا نوشته، بعضی از منتقدینش از جمله آقای مطهری که در اون زمان جزء منتقدینش شده بود میگن که نه اینها رو نوشته بود، قول داده بود که اینها رو بنویسه ضد مارکسیسم برای اینکه از زندان خارج بشه، ولی در عین اینکه علیه مارکسیستا به هر حال مطالب نوشت، به نظر من کمتر کسی هم هست به غیر از کسروی شاید که اتفاقا از کسانی است که هم شریعتی هم پدرش از او تأثیر پذیرفتن، کمتر کسی هست که به اندازه شریعتی علیه آخوندیزم صحبت کرده باشه، گرچه راه رو شاید برای حکومت جمهوری اسلامی هموار کرد، خیلی هم میگن و به نظر من هم درسته، ولی در این حال انتقادهایی که از تشیع صفوی داشت، از نفوذ به گمان خودش زیانبار روحانیت در تاریخ اسلام و تبدیل تشیع به یک جریان جزمی، خیلی انتقادهای جنداری داشت و به همین خاطر هم آخونده بودن که از حسینی ارشاد در واقع بیرونش کردن، برای اینکه دیدن داره خیلی حرفای بودار علیه روحانیت میزن، مثل که خمینی هم دربارهش نظر خوبی نداده بود. بله ولی تعجب این است که بعد از انقلاب اسمشو بر خیابانی گذاشتن. اولا خیلی طرفدار داشت و در دوران انقلاب خیلی از کسانی که جزء رژیم بودن کسانی بودند که در مکتب او به اسلام گرویده بودند، مثلا خود آقای موسوی که ذکر خیرش رفت و خانم رهنورد که ذکر خیرش رفت، طرفدار شریعتی بودند. طرفدار شریعتی بودند، بله، یک کمی اسلام سیاسی. فاطمه است و کتابای دیگه، البته ببینید یه نقد خیلی جالبی جانداری آقای گنجی بر بعضی از نوشته های شریعتی نوشته و جاهایی که شریعتی راه رو بر یک قرائت استبدادی باز میکنه اونها رو خیلی نقل قولهای عجیبی از توی کتابهای شریعتی در آورد. در این زمینه آیدو که چند تا مقاله من خوندم از آقای دستمالچی یکی از همیهنانی که در ماجرای
رستوران میکونوس کشته نشد، جان به در برد. اولین نقد خیلی جدی علیه شریعتی رو به کسی به اسم علی اکبر اکبری نوشت در ایران. علی اکبر اکبری اکبری یه جزوه نوشت و نشون داد که شریعتی چقدر کم در مورد مارکسیسم میدونه، با اینکه خیلی مفصل صحبت میکرد و خیلی با اتوریته صحبت میکرد. علی اکبر اکبری نشون میده که دانشش در مورد مارکسیسم بسیار دانش افواهی است. خیلی مطالب جالبی در نقدش نوشتن، خیلی هم دفاع جاندار ازش هنوز میکنن و میگن که میتونست یک راه برای یک نوع اسلام متفاوتی باشه. شریعتی خیلی ادامه دهنده راه کسانی است مثل همون حکمی‌زاده در اسرار هزار ساله. واقعا اسرار هزار ساله رو که آدم میخونه که 1939-38 در قم چاپ شده، میبینید 40-50 سال قبل از شریعتی یه دلی متوجه این بودن که یک جریانی هست، جریان خطرناکی هست که شاید اجازه نمیده که تشیع یه جوری با تجدد آشتی بکنه. خیلی بحث جالبی است به گمان من این بحث. یه بار دیگه باید دربارش مفصل صحبت بفرمایید. حتما. خیلی ممنون ازتون. شما متشکرم. وقت ما به پایان رسید. تا هفته آینده. ممنون از شما. از شما متشکرم.